نامی آشنا در تاریخ پرفراز و نشیب ایران و بخشی از تمدن بزرگ ایلام باستان. این استان کوهستانی از شمال به کرمانشاه، از غرب به کشور عراق، از جنوب به خوزستان و عراق و از شرق به استان لرستان محدود است. ایلام دارای طولانی ترین مرز مشترک با کشور عراق بوده و دروازه عتبات عالیات محسوب می شود. کوتاه‌ترین و عمق‌ترین مسیر برای ورود زائران به کشور عراق. استان چهار فصل ایلام که به عروس زاگرس شهره است، 10 شهرستان و 19 شهر دارد. زبان مردم کردی است. البته زبانها و گویش‌های عربی، لکی و لوری هم در برخی شهرستان‌ها گویشورانی دارد. کبیرکوه، دینارکوه، مانشت، شلم و اناران از رشته‌کوه‌ها و کوه‌های به نام این استان هستند. و قلاقیران، نماد مقاومت و پایداری استان که هزاران سال است این چنین با وقار و پرابهت شهر را نظاره می‌کند. سیروان شهری است در شمال استان، مرکز ایالت ماسفزاد، نمونه بارزی از ذوق معماری به سبک ساسانی. مرکز آن لومار است. باغ‌ها و زمین‌های حاصلخیز دارد و عمده‌ترین محصولات آن گندم و برنج است. از جمله جاذبه های سیروان رودخانه سراب کلان و جنگل های انبوه بلوط است. شهرستان آبدانان در جنوب ایلام و در میان دو کوه کبیرکوه و دینارکوه قرار گرفته است. شمال و جنوب آن کوهستانی و پوشیده از جنگل های بلوط است. جنوب آن شامل دشت های حاصلخیز برای کشاورزی است. قلعه باستانی هزاردر، قلعه و شهر تاریخی جولیان، قلعه هزارانی، دریاچه دوقلوی سیاهگاو و تفریحگاه سراب از مکانهای دیدنی آبدانان هستند. دهلوران این شهرستان نفتخیز که 1/3 مساحت استان را تشکیل می‌دهد، منطقه گرمسیری در جنوب ایلام است. زیستگاه اقوام کرد، لور و عرب با دشت‌های گرم و وسیع چون موسیان، دشت عباس و دشت بیات. از جاذبه‌های آن تپه علی‌کوش با قدمتی 8000 ساله، چشمه‌های آب گرم و چشمه‌های قیر. منطقه شرحانی که یادآور 8 سال دفاع مقدس است و اینک ناماشنای راهیان نور. مهران یادگار سالیان دفاع مقدس، منطقه قلاویزان، نقطه ایثار، یادمان عشق و حماسه. از جاذبه های آن می توان به سنگ نوشته های تختخوان و دوره آشوری و نیز غار معروف زینگان اشاره کرد. بقعه ها، تپه های باستانی و زیارتگاه ها از دیگر جاذبه های مهران هستند. ملک شاهی شهرستانی با طبیعت زیبا و مردمانی دلیر. آب و هوای آن معتدل و کوهستانی. جاذبه های طبیعی فراوان دارند، مانند آبشارهای اما، پنجعلی و دریاچه سد ایلام. جاذبه های تاریخی آن قلعه سلجوقیان، کتیبه گلگل از تمدن آشور و آتشکده کوشک قیمفر. بدره شهرستانی با آثار تاریخی و محوطه های باستانی فراوان. علت این امر وجود دو پدیده جغرافیایی شاخص یعنی رشته کوه کبیرکوه و رودخانه سیمره است. تنگی رازیانه و زیبایی سحرانگیزش که به ثبت ملی و طبیعی رسیده. از دیگر جاذبه های بدره منطقه تاریخی قلم و قلعه های باستانی. چردابور شهرستان چردابور به مرکزیت سرابله، منطقه شامل دو ناحیه کوهستانی و دشت نسبتاً هموار با کشاورزی و دامپروری پررونق. جاذبه های تاریخی چردابور شامل تپه های هرقلوس، تپه های باستانی دو آوان و درونقلا و گوران و نیز قلعه ها و چارتاقی های بیشمار است. ایوان آب و هوای کوهستانی و جنگل های پوشیده از بلوط، بنه، زالزالک و بادام کوهی.
جاذبه‌های تاریخی آن، آتشکده سیاه‌گل، طاق شیرین و فرهاد، تفریحگاه خوران و شهر باستانی زرمه و محوطه تاریخی وارده. در شهر، شهری در دره ای از دره های کبیر. شهر تاریخی سیمره، محوطه های تاریخی شیخ مکان، تنگ بهرام شورینه، ماژین و پل گاف میشان جاذبه های این شهرستان هستند. دامپروری و کشاورزی پررونق در شهر را به منطقه آباد تبدیل کرده است. ایلام، این دیرینه بوم کهن، مقدم شما را به این خاک گرم پذیر گرامی می‌دارد.